عرض ادب دارم خدمتون، روی ماهتون رو میبوسم. در خلال یکی دو کلیپی که داشت پخش میشد در دفتر کارم داشتم پیام های هموطنان بسیار نازنینم رو گوش میکردم. یک خانومی که کاملا مشخص بود در بطن جامعه آخوندی رشد کرده و اینی از طرز صحبت و بیان و این گونه مسائل میفهمی خیلی راحت که there is no class, there is no discipline، یعنی یک زن بی سواد ابله به معنای واقعی کلمه، با احترام به تمام شیر زنان آزاد ایران زمین، نشسته پای همین کامپیوتر داره منو میبینه و میگه که معذرت بخواب بیلاخ بیلاخ، تو خیال میکنی برمیگرده تلویزیون آریامر، تو نمیدونی چه نیرویی دست به دست هم دادن تا تو رو از روی ار انداختن، در آرزوی بازگشت باشدن تمام این بیچاره ها پای تیوی هم نشستن نمیتونن من رو هم نبینن ها. یعنی همش منتظر این هستن که من چهار تا پس گردنی و کشیده تو گوش اون خمینی پفیوزشون، این خامنه‌ای حرومزاده مفعولشون، بزرگشون، کوچکشون، تیکه و پارشون بکنم. بینی که تمام برنامه ها رو که میبینن، ولی این یکی دو سه ساعت برنامه اصلا خوراک زندگیشونه، نبینن مریض میشن. ولی خب دو تا فوش و چهار تیره همه دست به دست هم دادن تا تو از روهر بری، تو در خیالات چطور در خواب بینتم بدانه. حضورتون عرض کنم که یکی از مزلات و مشکلات ما برون مرزی ها، اپوزیسیون واقعی حکومت اسلامی همواره این بوده که در طول 30 سال گذشته، 32 سال گذشته، آنطور که باید و شاید حکومت اشغالگر، تحمیلی، دکانداران دین، این جنایت پیشگان، این بدسیرتان، این بدسرشتان، این فاحش زادگان رو اونطور که باید و شاید خوب نشناختیم، درست ارزیابی کارشناسان سیستمشون رو نکردیم و دقیقا به کنه مطلب، یعنی به این که واقعا این رژیم رو کی داره اداره میکنه، چجوری داره اداره میشه، چه نیروهایی پشت پرده قدرتهای تصمیم گیری رو دارن، و همواره به یک سری کلیات توجه کردیم، اندراستیمیتشون کردیم و هر روز که گذشت در بازی شطرنج سیاسی بیشتر و بیشتر متوجه شدیم چرا دائما در حال کیشومات توسط این اراذل و اوباشه که به جای مغز پهن تو کلشونه، اما اونهایی که از پشت دارن سیستم رو میگردونن اینا کیان، اینا چی کارن، چه کسانی دارن این سیستم مالی خولیایی عقب افتاده قرون وسطایی رو میگردونن و این ملت رو از 32 میلیون که شروع شد اینا اومدن الان 70 خورده میلیون مردم رو با زور و جبر و شکنجه و جنایت دارن حکومتشون رو حفظ میکنند. هرگز به این مطلب تالا پرداخته نشده در هیچ کجا. کیان اینا، چی کارن، کی داره میگردونه؟ همواره در طول 30 سال گذشته، 31-32 سال گذشته سوالهای ریز و درشت رو ما به طرف همدیگه سرازیر کردیم، اما پایه‌ای ترین پرسش همواره به اونجا ختم می شده که خلاصه چه کسی این سیستم مافیایی فاشیستی دینی تروریستی و تروریست پرور رو داره می چرخون. خوب توجه کنید، البته در هیچ برنامه ای از این صحبت ها نیست. سوال مهمتر اینه که مسئول و هدایتگر، کسی که این چرخ این آسیاب رو میگردونه، با خون ملت ایران چه کسی و کدام نهاد است؟ تا این چیزها رو ندونیم که نمیتونیم پایینش بکشیم.
دموکراسی و سکولاریزم و ما اینو میخواییم و ما اونو میخواییم و تمامیت عرضه. 32 سال از این چرندیات گفتیم اینا هم دیگه. بچه 4-5 ساله منم وقتی بهش میگم اصول چیه، 6 تا اصل رو پشت سر هم میکنه میگه حقوق بشر، تمامیت عرضی، نمیدونم جدایی دین از حکومت از مسئول. حالا دارم بیاد اون 3 ساله هم بعد حضور دوتایی دیگه دارن میده. همیشه ما به دنبال این بودیم که چگونگی کارکرد نهادها و قدرت‌های پیدا و پنهان این نظام خونخوار، این نظام تحمیلی و اشغالگر مستقر بر کشورمون رو بشناسیم و بفهمیم. البته بخش وسیعی از جامعه ایران عادت کردند که زیاد به این جزئیات توجه نکنند. چرا؟ چون گرسنه نگهشون داشتن، چون دائما در حال رعب و وحشت هستند، دائما یک حکومت نظامی، انتظامی، پلیسی، امنیتی عرصه رو بهشون تنگ کرده که به جزئیات نپردازند، به فکر سیر کردن شکم باشند. و با یک جمله در درون ایران از یک شوفر تاکسی، از یک خانم خانه‌دار، از یک مرد کارمند، از یک از هر کسی که ناراضیه میگه اینا کی هست؟ کیا دارن اداره میکنن؟ میگه اینا همه سراپای یک ارباز هست. و یا اینکه سگ زرد برادر شغال است. وقتی این رو میگن کل صورت مسئله رو حذفش میکنن، کل معادله رو صفرش میکنن. البته این نگرش همچنان وجود داره، نه تنها در درون از مرزهای ایران بلکه در برون از مرزهای ایران. بارها بهتون گفتم یک موقع این سوء تفاهم هست، این سوء تفاهم بین ما برون مرزی ها وجود داره که ما در مقام مقایسه با هموطنانمون در درون مرز از زمین تا آسمون هوشیارتر، متفکرتر، اندیشمندتر، سیاستمدارتر و عقل کلتری. ولی در برون از مرزهای ایران هم عده کثیری، درصد بزرگی به این سوال ها، به این پرسش ها همین جواب رو میدن. این فقط مختص به درون ایران نیست. اما نکته جالب هموطن اینجاست که در بیرون از ایران و برای غربی ها هم این پرسش بسیار قدیمی همچنان بی جواب باقی مانده. به هر کسی میرسی، چه روزنامه نگارش، چه نویسندش، چه تحلیلگر سیاسیش، چه مفسر سیاسیش، چه برنامه سازی که 34-35 سال سابقه برنامه سازی تلویزیونی سیاسی داره، روزنامه نگارهای بزرگ با سوابق 3-4 دهه جوهر قلمشون رو روی کاغذ میریزند، هر زمان از آنها همین پرسش رو میکنی، چه از نویسندش، چه از روزنامه نگارش، چه فعال مدنی و سیاسی و فرهنگیش و حتی سیاست مداران درجه یکمون، اولین پرسش آنها همین پرسش همیشگی بخشهایی از مردم ایرانه. چه کسی در جمهوری اسلامی واقعا مسئول است؟ خب اگر پاسخ به این پرسش راحت بود که جمهوری اسلامی، میشد خیلی راحت جوابشو داد و در طول این 31-32 سال گذشته ما 4 تا مغز متفکر، 4 تا آدم حسابی، 4 تا آدم راستگو و اندازه انگشتان یک دست، آدمهایی که واقعا مطالعه کرده باشن و در خط راست، در خط مستقیم و راست و راستگویی و دروغگویی نباشن، وابسته نباشن، نوکر دستگاه‌های اطلاعاتی خارجی نباشن یا نوکران همین حکومت نباشن.